به همه مهر بورزید، به خدا مهر قشنگ است. دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی، بفشارید به آغوش عزیزان، پدر و مادر و فرزند. به خدا گرمی آغوش قشنگ است. ثانیه هاتون پر از مهربانی، عشق و صفا. امروز میخواییم درباره مهربانی و محبت کردن با هم صحبت کنیم. حتما شنیدید که میگن از محبت خارها گل میشود، اما کسی به ما نمیگه که چرا این اتفاق میفته. در واقع فلسفه ماجرا چیه؟ چه اتفاقی در بدن ما، در روح و روان ما رخ میده و این اتفاقات از نظر علمی و تخصصی چی هستن؟ امروز میخواییم اندکی به دانش مهربانی و مهرورزی بپردازیم و نظر متخصصان و روانشناسان رو درباره مهربانی ببینیم. من امروز سر صحبتم بیشتر با کسانیه که به این اعتقاد پیدا کردن هر چقدر من مهربونی کنم، محبت کنم یا تا به حال به هر کسی محبت کردم چیزی جز ظلم و سوء استفاده ندیدم. حتما شنیدید، خوندید که میگن به هر کسی من محبت کردم در نهایت به من ضربه زد. آیا واقعا این قضیه از نظر علمی درسته یا نه؟ امروز می‌خواهیم از نظر تخصصی به این قضیه بپردازیم و ببینیم که واقعا مهربونی چه تأثیراتی در روح و روان و جسم و بدن ما به وجود میاره. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، در زمینه مهربانی و مهرورزی، نتایج درخشان و فوق‌العاده‌ای داشته. یکی از نتایج پژوهش درباره مهربانی و مهرورزی میگه که وقتی شما محبت میکنید به کسی، مهربانی میکنید، بیشتر از این که برای دیگران سود داشته باشه، در وهله اول برای خودتون سود داره. البته که بر دیگران هم تأثیرات بسیار بسیار عمیقی خواهد گذاشت، اما مهمتر و عمیقتر از اون بر خود شما و شخص شما تأثیرگذار خواهد بود. اولین تأثیر مهربانی اینه که درست مثل مصرف داروهای ضد افسردگی، زمانی که یک فرد افسرده است داروی ضد افسردگی میخوره، چه اتفاقی میفته؟ در خون او سروتونین ترشح میکنه، در بدن فردی که مهربانی میکنه سروتونین ترشح میکنه. سروتونین چه هورمونیه؟ هورمونیه که باعث شادابی، نشاط و طراوت شما میشه. زخم‌های شما رو التیام می‌بخشه، زخم‌های روحی و روانی شما رو، و شما رو به آرامش می‌رسونه. یک آرامش عمیق و طبیعی و زیبا. جالبه بدونید که این ترشح سروتونین نه تنها در شخص شما تأثیر میذاره و شما رو دگرگون میکنه، شادابتر و با طراوت و سرزنده میکنه، بلکه دریافت کننده مهربانی هم این اتفاق براش میفته. مثلا یه بچه شکلاتشو میده به یه بچه دیگه، یا شما به همسرتون مهربونی میکنید، یا توی فروشگاهی هستید میبینید یه فردی پول کم آورده یا غذا نداره بخوره، شما کمکی بهش میکنید. نه تنها در خون خودتون سروتونین ترشح میکنه، بلکه در اون طرف مقابل همین اتفاق میفته. پس میگن تا 3 درجه جدایی مهربانی گسترش پیدا میکنه. 1، در کسی که این مهربونی و محبت رو انجام میده. 2، در دریافت کننده اون هدیه و محبت. 3، شاید باور نکنید، در کسی که داره این صحنه رو مشاهده میکنه. مثلا یه صحنه ای رو میدیدم که گربه ای با دست میزد به یه آقایی که نشسته بود کنار یه باغی، داشت غذا میخورد، یه رستورانی بود. 3-4 بار این حرکت رو کرد، بعد این آقا با مهربونی برگشت، یه ذره از غذاش کند و داد به این گربه.
چه اتفاقی افتاده؟ من که دارم این صحنه رو تماشا میکنم، اون فردی که از غذای خودش به اون گربه میده سروتونینش رفت بالا، اون گربه‌ای که دریافت میکنه سروتونین اون گربه هم میره بالا. من که شاهد این صحنه هستم، در خون منم سروتونین ترشح میکنه. دیدید که وقتی شما یه صحنه محبت آمیز رو میبینید چه حس قشنگی بهتون دست میده. بعضیا احساساتی میشن، بعضیا اشکشون میاد، اشک شوق میریزن. اینها محصول اون سروتونینه. دومین اتفاقی که در شما میفته، خوبه بدونید، مثل داروهای ضد اضطراب عمل میکنه. چه اتفاقی میفته؟ شما میدونید در بدن ما هورمونی هست به نام کورتیزول، یه هورمون بدنام اضطراب و استرس. کورتیزول 23% بر اساس تحقیقات در جا بلا فاصله کورتیزول شما افت میکنه. خب خیلی ها میگن چیکار کنیم به آرامش برسیم، چیکار کنیم استرسمون کم بشه؟ محبت کن، مهربونی کن، به دیگران کمک کن. بلا فاصله کورتیزول شما 23% افت میکنه. بازم بریم جلوتر، میخواید بدونید چه اتفاقات دیگه در بدن شما رخ میده، در روح و روانتون؟ یه هورمونی ترشح میشه در بدن شما به نام سروتونین، به نام اکسیتوسین. سروتونین رو گفتم، سروتونین افزایش پیدا میکنه، کورتیزول 23% کاهش پیدا میکنه. سومین هورمونی که در خون شما تولید میشه اکسیتوسینه. میدونید که اکسیتوسین رو بهش میگن سوپر گلو، یعنی یک هورمون فوق چسبنده است. باعث میشه که شما علاقتون، وابستگیتون به دیگران بیشتر بشه. در نتیجه شما وقتی محبت میکنی پیوندهای اجتماعیت بیشتر میشه، یعنی روابط اجتماعیت گسترده تر میشه. متوجه میشید؟ پس شما اجتماعی تر میشید، اعتماد به نفستون میره بالا، اعتمادتون هم به دیگران افزایش پیدا میکنه، خوش اخلاق تر میشید، با محبت تر میشید. اصلا اکسیتوسین و پولزاک یکی از کسایی که فقط راجع به این هورمون تحقیقات گسترده ای انجام داده، در تتاک میتونید مشاهده کنید، اسم هورمون اکسیتوسین رو گذاشته هورمون اخلاق، تراست، مورالیتی، هورمون اخلاقه. یعنی باعث میشه که شما اعتمادت به دیگران بره بالا، در نتیجه کمک بیشتری به دیگران میکنی. اومدن دیدن افرادی که میزان اکسیتوسین بیشتری دارن وفادارترن، تعهد بیشتری دارن تو زندگی زناشویی خودشون و اعتماد بیشتری میکنن، خوش اخلاقترن. همه اینها با محبت کردن و مهربانی رخ میده. پس مهربانی تصادفی نیست. دیدید بعضی ها رو از بچگی دائما، اصلا از دوران کودکی وقتی مادر به اینها شیر میداده، باهاشون برخورد میکرد، اینها مهربونی رو دیدن، لمس کردن، چشیدن. هر چقدر شما به اینها بدی کنی، اینها نمیتونن نامهربون باشن، بازم در حق شما مهربون، خیلی راحت میبخشن دیگران رو. بخشندگی، اعتماد، اخلاق، تمام اینها با مهربونی و ترشح هورمون اکسیتوسین رشد پیدا میکنه. بازم بریم جلوتر، هورمون اکسیتوسین باعث میشه که شما در برابر استرس بیمه بشی، سکته قلبی نکنی. یکی از وظایف هورمون اکسیتوسین اینه که از قلب شما محافظت میکنه. اینو مکانیگال کشف میکنه 2013 در تحقیقات خودش ارائه میده تحت عنوان استرس رو دوست خودتون بدونید. باعث میشه که اکسیتوسین ترشح کنه و از قلب شما محافظت کنه. بازم بریم جلوتر، یه کم دیگه بریم جلوتر، باعث میشه که در بدن شما هورمونی به نام اندروفین تولید بشه. اندروفین چیه؟ اندروفین هورمون لذت و ضد درده و در خون ورزشکارها بیشتر هست، که شما دیدید مثلا ضربه میخوره طرف اصلا احساس نمیکنه، چون اندروفین بیشتری ترشح میکنه و 3 برابر مورفین قدرت داره. دیدید این بیمارانی که دردای شدید دارن مورفین بهشون میزنن، اندروفین 3 برابر مورفین عمل میکنه. باز هم بریم جلوتر و
وقتی شما مهربونی میکنید یک هورمونی در خون شما ترشح میکنه به نام DHEA در خون افراد مهربون و با محبت دو برابر افراد نامهربونه. این هورمون چیه؟ این هورمون هورمون جوانیه، یعنی ضد پیریه. خب من نمیخوای جوان بمونی، خب چرا مهربونی نکنی؟ پس ما به خاطر خودمون میتونیم مهربون باشیم، اصلا دیگران رو بذار کنار. طرف میگه من به هر کی مهربونی کنم در حقم، اصلا در حق تو ظلمم کرده باشه باز هم تو ضرر نکردی. پس مهربونی محبت عمل میکنه. هنوز هم عشق گل در قلب پروانه است، هنوز هم نور امید و ایمان روشنگر خانه است. مهربونی